سلام عزیزان دلم، امیدوارم که در هر جای دنیا هستید دلتون شاد، لبتون خندو و زندگی به کامتان باشد. امروز آموزش یک غذای خوشمزه عربی به نام بابا قنوجا داریم که با بادنجان سیاه آماده میشه. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مواد لازم: بادنجان سیاه 3 عدد که حدوداً 1 کیلو تا 1 کیلو 100 گرم میشه. بادنجان های سیاه را یک شرده دیس گرفتم و حالا با کار شکاف میکنم. در همه قسمت ها دقت میکنم که حتی در نوک بادنجان های سیاه هم شکاف داشته باشد تا در موقع پخت همه قسمت ها به یک سان پخته شود. این شکاف ها باعث میشه که بادنجان زودتر و در زمان کمتری و کاملا خوب پخته شود. حالا بادنجان های سیاه را روی زغال میمانم تا بادنجان ها کبابی شود. در موقع کبابی شدن بادنجان ها بعد از چند دقیقه بادنجان ها را برگردان کنید تا همه قسمت ها به یکسان پخته شود. بادنجان های کبابی ما کاملا پخته شده و حالا داخل یک دانه ظرف از روی زغال بر می داریم و می بریم که داخل خانه تا غذا را آماده کنیم. بعد از چند دقیقه که بادنجان ها کمی سردتر شد، پوست بادنجان را با کارد بر می داریم. می توانیم با دست هم پوست بادنجان را برداریم. عزیزان، بادنجان کبابی را می توانیم بدون زغال هم داخل خانه درست کنید. بادنجان ها را همینطور که بهتان نشان دادم، داخلش با کار شکاف میکنیم و داخل یک دانه سینی در داخل داش میمانیم تا کاملا بادنجان ها پخته بشه و بعد از اینکه پخته شد به این شکل بادنجان ها را پوستش میگیریم و آماده و تیار میمانیم. ولی اگر بادنجان ها کبابی باشه، روی زغال تیار کنیم، بسیار طعم خوشمزه تر و عالی تری به این غذا میده. ما کل بادنجان ها را پوستش گرفتم و تیار ماندم. حالا بادنجان هایی که پوستش گرفتیم داخل یک دانه سبد میمانیم تا آب اضافه بادنجان ها کاملا گرفته شود به مدت زمان 1 الی 2 ساعت. در این زمان موقعی که آب اضافه بادنجان ها گرفته میشه، کاملا ترخی بادنجان ها با از این آب داخل ظرف دیگه گرفته میشه. بعد از 2 ساعت حالا من همینطور که میبینید داخل ظرف دیگه آب بادنجان های کبابی کاملا گرفته شده. بادنجان های کبابی را داخل یک کاسه دیگه میمانیم و حالا میریم که بادنجان های کبابی را کاملا با بشکوب برقی له کنیم. عزیزان، در صورتی که از بشکوب برقی استفاده نمی کنید، میتونین که بادنجان های کبابی را روی تخت خرد کن بمانی و با کارد کاملا بسیار خرد خردش کنید. بعد از اینکه بادنجان ها کاملا له شده، حالا 3 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه میکنیم و با قاشق هم میزنیم. ماست 5 الی 6 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم. ماست که اضافه کردیم با قاشق مخلوط میکنیم. و حالا نمک به قدر ضرورت اضافه میکنیم. ارده یا دانه کنجد تفت داده شده و کوبیده شده را اضافه میکنیم، حدوداً 4 قاشق غذاخوری. و حالا با قاشق همه مواد کاملا میکس میکنیم. به صورت دلخواه 1 حبه سیر که کاملا له شده بعضی ها اضافه میکنن، در صورت که دوست داشتین میتونین اضافه کنین. و حالا غذای ما آماده شده و داخل ظرف میکشیم. با قاشق غذا را داخل بشقاب کاملا یک دست صاف و پهن میکنیم.
و حالا با کنار قاشق روی غذا را فرم و شکل میدیم. کمی که فشار بدین کاملا شکل روی غذا میگیره. بعد از اینکه دور غذا را شکل دادیم، قسمت وسط هم با قاشق شکل میدیم. و حالی سماق روی غذا میپاشیم که رنگ بسیار زیبایی داره. عزیزان با پودر فلفل دلمه قرمز اشتباه نگیرن. و بسیار طعم عالی سماق به این غذا میده. بعد از اینکه سماق انداختیم، حالا جعفری خرد شده روی غذا می‌ریزیم. عزیزان به صورت دلخواه میتونید دانه های انار روی این غذا بریزیم و تزیین کنیم. بعد از اینکه جعفری رو انداختیم، حالا روغن زیتون روی غذا می‌ریزیم. میزان روغن زیتون چه به دلخواه و عزیزان این غذای خوشمزه، مقوی و سالم شما عزیزان میتونید داخل خانه درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگر از این ویدیو من خوشتان آمده، لطفاً ویدیو را لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید. میتونید ویدیو را با دوستانتان شیر کنید و به اشتراک بگذارید و چینل من را به دوستانتان معرفی کنید. حالا این غذا رو امتحان میکنیم، بسیار مزه داره، جای شما خالی. تشکر از شما عزیزان که تا آخر ویدیو با ما همراه.